سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز برمیگردیم بحث به بحث در مورد ویژگی های ضرب داخلی و با همدیگه میخوام یه ویژگی خیلی جالب و خیلی مهم ضرب داخلی بردارها رو یاد بگیریم این ویژگی که اگه اشتباه نکنم ویژگی سوم ضرب داخلی هستش که راجبش صحبت میکنیم صورتش این هستش میگه که فرض بکنید ما دو تا بردار دلخواه داریم مثلا بردار آ که معلفه هست آیکو A2 و A3 و یه بردار B هم داریم که معلفه هاش هستن B1 و B2 و B3. خب این دو تا بردار کاملا دلخواه هستن. در این صورت برای این A و B دلخواه ما داریم ضرب داخلی A و B یعنی A نقطه B که دیدیم تعریفش هست چی یک مقدار عددی یا اسکالره که برابر هستش با طول بردار آ یا اندازه بردار آ ضرب در طول ب ضرب در کسینوس زاویه بینشون زاویه تتا این ضرب داخلی همچنین برابر خواهد بود با این رابطه آ یک ضرب در ب یک به علاوه آ دو ضرب در ب دو به علاوه آ آسه زرب در بسه میگه که این عبارت برابر با این یکی هستش یعنی اینکه اگر ما بردارهای A و B مون رو داشته باشیم برای اینکه ضرب داخلشون رو حساب بکنیم دیگه لازم نیست بیایم اندازه بردارهامون رو حساب بکنیم زاویه بینشون هم حساب بکنیم و اینا رو توی هم دیگه ضرب بکنیم ضرب در کسینوس زاویه بینشون کافیه مؤلفه های متناظر دو تا بردارمون رو تو هم ضرب بکنیم یعنی A1 رو ضرب در B1 کنیم A2 رو ضرب در B2 کنیم و A3 رو ضرب در B3 کنیم و بعد این سه تا عدد رو با هم جمع بزنیم خب ویژگی خیلی جالبی هستش که میبینیم از همینجا معلومه که خیلی کمک میکنه و راحت میکنه کار ما رو توی محاسبه ضربه داخلی بردارها خب بیاید با هم دیگه اثبات بکنیم این ویژگی رو طبق معمول یه شکل بر خودمون میکشیم چون که توی بحث بردارها شکل خیلی کمک میکنه به اثبات قضیه خب مثلا فرض کنیم که یه بردار دلخواه آ داریم این بردار آمون هستش بعد یه بردار دلخواه ب هم داریم که یه زاویه میسازه با آ این بردار ب ما خب حالا اولین نکته که دقت بکنید ما اینجا میتونیم یک برداری بسازیم انتهای بردار ب رو اگر به انتهای بردار آ وصل بکنیم یعنی این بردار قرمز رنگی که من اینجا می کشم براتون این بردار من ادعا می کنم که برابر هستش با بردار آ منهای بردار به این بردار قرمز رنگ خب یک کمی راجع بهش فکر بکنید ببینید که میتونید بر خودتون توجیه کنید چرا این بردار برابر هستش با آی منهای به خب اثباتش در حقیقت خیلی ساده است ببینید من میام اینجا یه دونه متوازی الاضلاع تشکیل میدم یعنی از این نقطه مشترک ابتدای A و یه برداری دقیقا همراستا موازی و هم طول با این بردار قرمز رنگ اینجا میکشم این حالا مثلا با خط چین میکشیمش این بردار دوم قرمز رنگ اسمش رو بذاریم بردار X این نقطه انتهای x رو هم اگر به انتهای a وصل بکنم موازی با بردار b و هم طول با اون خواهد بود یعنی این چهار زلی اینجا یک متوازی الاضلاع هستش حالا طبق توجیه هندسی یا اون در حقیقت تعبیر هندسی که برای جمع بردارها داشتیم میدونیم که اینجا چون یک متوازی الاضلاع داریم پس بردار x به علاوه این بردار x به علاوه بردار b برابر هستش با چی این بردار اگر با این بردار با جمع بزنیم برابر با این برداری که قطر اصلی این متوازی و لزلا هست خواهد بود که اون بردار a درسته حالا اگر ب رو ببریم سمت راست تصاوی نتیجه میگیریم که بردار ایکس مون مساوی هستش با چی؟ آ منهای ب درسته از طرفی چون اینجا این متوازی الاضلاع داریم بردار ایکس هم با این بردار قرمز رنگی که اینجا کشیدیم یکی هستش دیگه درسته یعنی جفتشون رو اگر پیکان در نظر بگیریم هم عرض هستن با هم دیگه پس این بردار قرمز رنگی اینجا هم که هم جهت و هم طول بردار ایکس برابر با آیمنهای ب خواهد بود این از توجیه این که چرا این بردار برابر با آیمنهای بس پس به لحاظ هندسی خوبه که این یادتون بمونه که اگر دو تا بردار آ داشته باشیم که نقطه شروعشون مشترک باشه انتهای بی رو اگر به انتهای آ با یک پیکان وصل بکنیم بردار معادل اون پیکان برابر هستش با بردار آ منهای بردار ب خب حالا بریم سراغ اثبات این ویژگیمون خب حالا ما اینجا یه ای دونه مثلث داریم که یه زلش بردار آ یه زلش بردار به، یه زلش هم آی منهای ب زاویه بین آ و هم یک زاویه تتایی هستش خب حالا ما میایم اینجا از قضیه ی... قضیه ی کسینوس ها کوسینوس ها که توی ویدئوی قبلی با هم دیگه اثباتش کردیم توی این مثلث استفاده میکنیم قضیه کوسینوس ها رو اگر برای این زل قرمز رنگ مثلثمون بنویسیم به ما میگه چی میگه اندازه این زل به توان دو که اندازش یا طول اون زل میشود طول بردار آیمنهای های به به توان دو برابر هستش با اندازه این زل به توان دو که هست طول بردار آ به توان دو به علاوه اندازه این یکی زل به توان دو که می شود طول بردار ب به توان دو من های چی من های دو برابر حاصل ضرب طول این یکی دو تا زل سبز رنگ یعنی دو برابر طول آ زب بردار آ ضرب در طول بردار ب ضرب داره این زاویه کسینوس این زاویه اینجا یعنی کسینوس تتا درسته که تتا به این زاویه بین بردارهای آ و ب هستش خب حالا اینجا میتونید خیلی راحت ببینید که این جمله که اینجا داریم اندازه آ در اندازه به در کسینوس تتا هست ضرب داخلی آوبه و آ نقطه ب پس اینجا دو برابر ضرب داخلی آوبه رو داریم حالا اگر این عبارت اینجا رو کمی با هم مرتبش بکنیم یعنی این جمله ضرب داخلی رو بیاریم سمت چپ این یکی جمله طول زل قرمز تمام دو رو بیاریم سمت راست چی به دست میاد نتیجه میگیریم که دو برابر آ نقطه B یعنی دو برابر ضرب داخلی A به برابر هستش با اندازه بردار آب به توان دو به علاوه اندازه بردار B به توان دو منهای اندازه بردار A منهای B به توان دو خب این از این حالا بیاید این عبارت های دست راست این تصاویر رو بر حسب معلفه های بردار A و با همدیگه بنویسیم خب اندازه بردار آب توان دو برابر با چی هستش رابطه طول رو که توی چند ویدیو پیش با هم دیگه به دست آوردیم که یادتون نرفته اندازه بردار آب توان دو می شود مجموع مربع درایه هاش یعنی آ یک به توان دو به علاوه آ دو به توان دو به علاوه آ سه به توان دو عین همون طول برداره به توان دو مساوی استش با من یه چیزی هم بگم که گیج نشید من دو تا کلمه اندازه و طول رو به صورت هم معنی دارم به کار میبرم بعض وقتا میگم اندازه بردار بعض وقتا میگم طول بردار منظور جفتش یک چیزه که همون طول بردار هستش خب پس اندازه به به توان دو میشود چی میشه معلفه اول به توان دو به یک دو به علاوه معلفه دوم به توان دو به علاوه معلفه سوم به توان دو خب این است پس دو تا جمله اول که بر حسب آ1، آ دو آ و به یک به 2، به 3 نوشتیمشون خب بردار آی منهای به معلفهاش چی هستش؟ تفریق بردارها رو که یادمونه چی کار باید بکنیم؟ باید درایه های رو از هم کم بکنیم یعنی درایه اولش هست آ1 منهای به یک، درایه دوم هست آ2 منهای به دو و درایه سوم هست آ3 منهای b خب پس اندازه آی, آی من های به اندازه بردار آی منهای به به توان دو می شود چی می شود مجموعه مربع این درایه ها یعنی آ یک من های به یک به توان دو به علاوه آ دو من های به دو به توان دو به چی آ سه من های به سه به توان دو خیلی هم خوب حالا که هر سه تا جمله دست راست این تصاویمون رو بحث به حسب آیه کو بر حسب های آو بنوشتیم بیاین این عبارت رو بازنویسی بکنیم یعنی این عبارت اینجا رو که با فلش نشونش میدم و بیاید بازنویسی بکنیم سمت چپش رو دست نمیزنیم دو تا آ نقطه به دو برابر ضرب داخلی آ برابر هستش با به جای اندازه آب به تمام دو میذاریم چی آ یک دو به علاوه a دو, دو به علاوه a 3 به دو به علاوه اندازه b به توان دو رو اینجا داریم که هست b 1 دو به علاوه b دو, دو به علاوه b علاوه از میخوام من های من این رو پاک بکنم من های اندازه آی منهای های به توان دو حالا این اندازه آی منهای به بهتوان دو رو که من میخوام اینجا بنویسم این عبارت ها رو بستشون میدم و مینویسم یعنی جمله اولم که از آیک منهای به یک بهتوان دو میشود منهایه چون دقت کنید من منفی این رو میخوام بنویسم اینجا و پس همه این عبارت ها این میشه منفی اینم میشه منفی اینم میشه منفی این منفی رو دارم اینجا اثر میدم خب این منفی رو دارم اثر میدم تو این عبارت خب پس منفی آ یک منهای به یک به توان دو میشود چی میشود منفی آ یک دو منهای بی یک دو به یه دو تا a درسته اینو اگر بستش بدیم اینو به دست میاد جمله دومون دو هست منفی آدوی منهای b دو به توان دو می شود منهای a دو. دو دو منهای b دو دو به این به علاوه از کجا میاد چون این منفی بست خود این عبارت داره منفی دو تا آدو به دو مثلا ضب در این یکی منفی میشه مثبت پس به علاوه یه دو تا آدو به دو b دو دو جمله سوم میشود چی میشود منهای آ سه دو منهای ب سه دو به علاوه دو تا آ سه ب سه درسته خب این عبارت دست چپ انجامون خیلی بزرگ و پیچیده به نظر میاد اما اگر دقت بکنید کلی از جمله توش ساده میشن جمله که ساده میشن و با زرد من خط میزنم براتون مثلا مثبت A12 با من فی1 دو میره مثبت A2 با منفی ا1 دو میره مثبت a 2 دو با منفی a 2 دو میره مثبت ا3 با منفی ا3 دو, دو میره مثبت b 1 دو با منفی بی 1 دو میره همونطور که میده همه چی تقریبا داره ساده میشه مثبت b 2 دو با منفی b 2 و نهایتا مثبت بی 3 با منفی بی 3 میره پس تنها سه تا جمله دو تا آ یک بی ایک دو تا آ دو و دو تا آ سه به سه مونن بنابراین داریم چی؟ دو برابر آ نقطه به یا ضرب داخلی آ به برابر هستش با دو تا آ یک به یک به علاوه دو تا آ دو به دو به علاوه چی؟ دو تا آ به سه تقریبا داریم میرسیم به این رابطه ای که این بالا داریم کافیه که دوور تصاویمون رو به دو تقسیم بکنیم یعنی این دو با این دو با این دو با این دو ساده میشه و رابطه نهاییمون رو به دست میاریم که من با زردنگ براتون میمیسم به دست میاریم آ نقطه به یعنی ضرب داخلی بردارهای آ و ب برابر هستش با آ یک به یک به علاوه آ دو به دو به علاوه چی؟ آ سه به سه الی این هم پس اثبات خاصیت سوم ضرب داخلی که همین رابطه ای هستش که اینجا با هم دیگه نوشته بودیمش و اثباتش کردیم خب این اثبات رو تا همینجا داشته باشید توی ویدئوهای بعدی مثالی از این خاصیت با هم دیگه خواهیم دید و دیدیم که چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم توی کلاس درس بعد میبینمتون